ایران به لحاظ جغرافیایی در یکی از مناطق خشک جهان قرار دارد. ایران جزو آخرین کشورها در رده‌بندی میزان بارندگی و رطوبت است. آب به یک بحران و ابر چالش تبدیل شده است. اما نکته عجیب این که با وجود این میزان کمبود آب، به محض بارندگی سیل زندگی مردم را نابود می‌کند. در بارندگی‌های معمول در اواخر شهریور و ابتدای مهر 97، به گفته مرتضی سلیمی رئیس بخش امداد و نجات هلال احمر، 12 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و همدان تحت تأثیر سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند. در نیمه مهر ماه 97 هم باران در 7 استان گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی، شمال سمنان، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات شرقی تهران بارید. اما در استانهای شمالی شامل گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی بیشترین خسارت را بر جای گذاشت، تا آنجا که تعدادی از هموطنانمان دار و ندارشان را از دست دادند و دست کم 9 نفر هم جانشان را. اما با این سوال مواجهیم که در حالی که بارندگی ها همان بارندگی معمول این مناطق بوده، اما آیا این میزان سیل در ایران طبیعی است؟ مسلماً جواب منفی است. بر اساس تحقیقات علمی دلایل سیل در ایران عبارتند از تخریب بیش از 30% اراضی جنگلی، از بین رفتن پوشش گیاهی در مراتع که بیش از 90% پوشش گیاهی مراتع ضعیف و در حال تخریب کامل است، عدم استفاده از سیل بند و دیوارهای محافظ در مناطق سیلخیز، عدم لایروبی رودخانه و تجمع رسوبات سنگین و غیر طبیعی پشت سدها، خرابی سیل بندها، سدها و مخازن آب، تبدیل اراضی منابع طبیعی مانند اراضی کشاورزی و ویلاسازی غیر ضروری که عمدتاً دست عوامل خود رژیم است، ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه و احداث تأسیسات غیر کارشناسی شده مثل آزادراه شمال که اساساً اکوسیستم منطقه را تغییر داد و این پروژه فقط به خاطر سوء استفاده مالی در دستور کار قرار گرفت. اگر هر یک از عوامل بالا را بررسی کنیم، خواهیم دید که رژیم این بلا را بر سر محیط زیست کشورمان آورده است. با از بین بردن جنگل‌ها، میزان نفوذ آب در زمین بسیار کم شد و هر بارندگی تبدیل به سیلاب می‌شود. در ایران، محیط زیست در حال نابودی است که این موضوع به یک ابرچالش تبدیل شده است.